سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد مرگ و میر مهاجران را در سال 2023 داشته است. این سازمان در گزارش سالانه اش که از ژانویه 2023 تا دسامبر همین سال را پوشش داده گفته که در کل شمار افرادی که در جریان مهاجرت به یک کشور جهان در سال 2023 جان خود را از دست دادند بیشتر از هر سال دیگری پس از 2014 بوده است. به گفته IOM 1568 تن در کشورهای آسیای پاسیفیک در راه مهاجرت در سال 2023 یا جان باختند یا ناپدید شدند که افغانستان با داشتن 1078 نفر از آنان دارای بیشترین تلفات و میانمار با داشتن 436 نفر تلفات پس از آن قرار داشته است. سازمان بین المللی مهاجرت تعداد افراد جان باخته و ناپدید شده در سال 2022 در مسیر مهاجرت را 1183 تن گفته است. این سازمان در این گزارش همچنین گفته که افغانی ها بیشترین تلفات را در مسیر زمینی بین افغانستان و ایران داشتند. این سازمان جنسیت و گروه سنی 73 درصد از این جان باختگان را مشخص ساخته که 80 درصدشان مردان، 10 درصد این قربانیان زنان و 10 درصد دیگر هم کودکان بودند. گفتنی است پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر موج مهاجرت غیرقانونی افغانی ها به کشورهای مختلف افزایش یافت. عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین الملل از روم پیرامون این خبر با ما همراه هستند. آقای اسماعیلی سلام و عرض ادب. سلام به شما و شما بخیر. زنده باشید. جناب اسماعیلی، سازمان بین المللی مهاجرت میگوید افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد مرگ و میر مهاجران را در سال 2023 داشته. تحلیل شما را در این زمینه میشنویم. بفرمایید. خدمت شما عرض شود که پدیده مهاجرت یک پدیده جهانی است که از همه مردم دنیا را شامل میشن و در سراسر دنیا این اتفاق میفته و صدها سال از بعد به پیدایش آنهای عطری بالاخره همین پدیده مهاجرت وجود داشته و این پدیده همچنان ادامه دارد و دلایل مختلف داشته، بالاخره علتهای مختلف داشته، عوامل مختلف داشته در کشور. اما پدیده مهاجرت در افغانستان متاسفانه در نیم قرن اخیر یک پدیده بودن که جبران اتفاق افتاده و دلیلش هم وجود جنگ های متعدد در سالهای پسین بوده. اما در این اواخر که تعداد مهاجرین افغانستان زیاد شده و گسترش پیدا کردن و مجبور شدن که خانه و پاشانه و وطنشان رو ترک بکنن و از راه های سال خطرناک خودشان را به جاهای امن برسانند، دلیلش همین موجودیت جنگ ها بودند، مخصوصا بعد از اینکه در آگست 2021 طالبان دوباره به قدرت رسیدند و زندگی را بر مردم افغانستان سخت کردند و مردم را از زندگی محروم کردند و فعلا افغانستان تبدیل شده به یک زندان روباز بسیار بزرگ در جهان و مردم ناچارند به خاطر که از این زندان رهایی پیدا بکنند و بتوانند برای خود و برای آیندهشان یک امید را خلق بکنند و بتوانند چند روزی را زندگی کنند، مجبور میشن که کشور را سر و سامان ترک بکنند. و این مسئله باعث شده که در مسیرهای مختلف چون از راه های غیر قانونی و بسیار دشوارگذر اینها میخواهند خود را به کشورهای امن برسانند، دچار تلفات بسیار سنگین شدند که ما شاهدشان در همه مرزهای چه مرزهای اروپایی و چه مرزهای کشورهای همسایه ما شاهدشان هستیم. و این اتفاق متاسفانه بعد از روی کار آمدن طالبان چندین برابر شده است. بله، ممنونم. با تشکر از عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین الملل از روم که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.